عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستای خوب و محترم. امیدوارم که هر جا هستید حالتون خوب باشه. با گفتمان خاموش باز هم شنبه شد، در خدمت شما دوستان هستیم با یک مهمان بسیار بسیار ویژه و خاص، با یک فعال سیاسی بسیار نازنین، کسی که هنرمند زاده است و مدت هاست که داره در عرصه هنر فعالیت میکنه. در کنارش یکی از مبارزان خیلی جدی سیاسی، جدی دارم میگم، نگاه نکنید که ایشون یک خانم هستش، بسیار قدرتمنده و خیلی از دشمنان ایران میترسم که باش هم کلام بشن. امروز صحبت کردم با خانم جانان خرم، نوه مرضیه عزیز و دوست داشتنی. دو سه روز قبل سال خانم مرضیه بودش، برای همین خواستم که هم یه سری سوالا که برای بعضی پیش اومده تو ذهنشون پاک بشه و همین که یه حالی بپرسیم، یه عرض ادبی بکنیم و مهمتر از همه یک تجدید خاطره بکنیم، هم از ایران عزیزمون، هم از دوستای قدیمیمون که دیگه در بینمون نیستن و همیشه آهنگای مرضیه رو زمزمه میکردن، و همین که ببینیم که نوه مرضیه الان داره چی کار میکنه. با ما همراه باشید. خب عرض درود و ادب دارم خدمت جانان خرم عزیز و نازنین. اول از همه دو سه روز پیش سال مادر بزرگش خانم مرضیه بوده که تسلیت میگم، و بازم خوش اومدی به اخبار خاموش. ممنونم فرهاد جان، مرسی که منو پذیرفتین. بله، دو روز پیش بود سال مادر بزرگم، روز 13 اکتبر، همون 21 مهر که 11 سال گذشت. خدا بیامرزه کمتر داریم واقعا خواننده که اینقدر پربار بوده باشه دوران هنریش و هنوز که هنوزه هیچ کدوم از کاراش بوی کهنگی نگرفته باشه. با خیلی هنرمندای نامی کار کرده بود. یه چیز جالب هم بود که کلا فقط درود و ادب دارم با سه نفر همخوانی کرد که یکیش خودت توی درسته. بله. اول از همه بله، این شانس رو داشتم من، چون به هر حال جوان بودم و هنوز دانشجوی مدرسه موسیقی عالی فرانسه بودم، همون کنسرواتوار ملی پاریس، و خودم هم باورم نمیشد، چون به هر حال جدا از اون مادر بزرگ و نوه‌ای مسئله خوندن کنار مرضیه بود و مخصوصا روی سن سالن المپیاد که خب به هر حال خیلی جای خاصیه، معمولا خیلی کم پیش میاد خواننده ای رو بشناسیم که آرزوش نباشه که توی سالن المپیاد آواز بخونه، و خب خیلی بزرگان موسیقی اونجا برنامه داشتن و اولین ایرانی بود مادر بزرگم که سالن المپیاد اجازه داد که اونجا برنامه داشته باشه. نوه مرضیه بودن در دوره که مادر بزرگت هنوز در قید حیات بود سخت بود یا آسون بود؟ خب اون زمانی که مادر بزرگم بود فکر میکنم خیلی آسون تر از الان بود، یعنی حتی اون سختی هایی هم که بود تحملشون راحت تر بود، چون به هر حال بود همیشه سخته زیر سایه یه آدم معروف زندگی کردن، ولی خب لذتهای خودش رو داره و اون عشقی که من از مرضیه میگرفتم، اون عشقی که از مادر بزرگم میگرفتم، واقعا یه چیز استثنایی بود. الان که نیست خب خیلی سخت تره، چون به هر حال به عنوان تنها بازمانده خیلی دوستدارانش حتی دشمنانش خیلی از من انتظار دارن که من جواب بدم از طرف مرضیه، چیزی که غیر ممکنه. من همیشه نظرم رو دادم و خب خیلی منو توی جایگاه خیلی سختی قرار میده که خیلی وقتا جوابی ندارم بدم یا نمیتونم اون چیزی که توی دل خودمه بگم، چون به هر حال اونم یه شخصیتی بوده که یه زندگی بزرگی داشته و نمیشه خیلی چیزای زندگیشو برد زیر سوال.
کلا سخت آدم جایی یکی دیگه بخواد حرف بزنه، اینو کاملا قبول دارم، ولی مرضیه خیلی سخت از ایران خارج شد، مثل حالا بعضیه که موندن و با ارتباط و غیره مستقیما تونستن از یه کشور دیگه پرواز کنن برن آمریکا، اینا نبود. من یه مستندی میساختم در مورد یه کمپی تو مرز بین عراق و اردن که تعداد زیادی ایرانی برای مدت 2 سال اونجا گیر کرده بودن، که آخرم با نمیدونم ویژه برنامه شهبانو رو سال روز میلادش رو دیدی یا نه، اونجا صحبت شده بود که با نامه شهبانو این اتفاق افتاد. تنها کسی که از اون کمپ تونسته بود خیلی راحت خارج بشه خانم مرضیه بود، که اونجا گفته بود به پادشاه اردن سلام برسونید بگید که من برای ایشون خوندم در سخت ایران و بلافاصله بله. خبر فرستاده بود که البته اون از ایران خارج شدنش نبود، چون فرهاد جان میدونی که مرضیه بعد از انقلاب ممنوع خروج نشد و سال 1983 توی امریکا یه جراحی سرطان روده کرد توی واشنگتن، که بعد از اون داستان هر سال برای چکاپ پزشکی میبایستی که به آمریکا بره و هر سال به آمریکا میرفت و برمیگشت ایران. این مسئله مال خارج شدن از عراق، چون وقتی که در سال 1373 بله چون 70 سالش بود اون موقع که میشد 94 میلادی، رفت با مجاهدین شروع به همکاری کرد، یه چند سالی توی اروپا بود و بعدش رفت به عراق. اون موقع مجاهدین توی عراق مستقر بودن تا اینکه شد جنگ امریکا و عراق که سال 2002 بود اگه اشتباه نکنم، یا 2002 بود بله، که بعد از بمبارون و این حرفا 17 شب مرزیه پشت مرز اردن توی کمپ از این چادرهای سازمان ملل بود، که اتفاقا چون زمان نوروز بود، من اون نوروز رو از پاریس رفته بودم ایران با مامانم، توی لواسون میشستیم شبا مستقیم نگاه میکردیم بمبارون عراق و نمیدونستیم مادر بزرگم کجاست، هیچ خبری نداشتیم، رادیو اسرائیل یا رادیوهای دیگه فارسی زبون هی میگفتن که یکی میگفت مرضیه زیر بمبارون مونده، یکی میگفت هیچ خبری از مجاهدین نیست، یکی میگفت به هر حال هزار تا چیزی که حدس میزدن و میگفتن و ما دل تو دلمون نبود که چه اتفاقی افتاده، تا اینکه یه روز تلفن خونه زنگ زد و موبایل یکی از همین کارمندای سازمان ملل رو گرفته بود و تلفن کرده بود ایران به ما، و فقط من که گوشی رو برداشتم گفتش که من حالم خوبه، گوشی رو بده به مادرت، مامانم که گفت الو گفت من حالم خوبه خداحافظ و گوشی رو گذاشت. این دقیقا اون چند ثانیه‌ای بود که ما صداشو شنیدیم و فهمیدیم که حالش خوبه. اردن خب مرزشو بسته بود و هیچ کس رو راه نمیداد، مخصوصا اعضای مجاهدین رو راه نمیداد. به هر حال اون موقع همه کشورهای همسایه عراق سعی میکردن خودشون از جنگ جدا بکنن و مادر بزرگم یکی از این بارایی که یه آدم خیلی مهمی از اردن اونجا برای نظارت اومده بوده بهش میگه که برو بگو مرضیه اینجاست، من فلان سال برای پادشاه اردن برنامه اجرا کردم، و میان فکر میکنم 2 روز بعد که میگن که مرضیه اجازه ورود داره و ماشین و اینا براش میفرستن و اگر اشتباه نکنم 19 نفر از مجاهدین رو همراه خودش میبره، یعنی میگه که این آشپزم، این رانندم، این نمیدونم موزیسینم، اینجوری اینا رو با خودش میبره که توی اردنم یه شب توی هتل میمونه و پرواز میکنه به اروپا، چون که از وقتی که از ایران اومده بوده توی فرانسه اقامت داشته، مجبور بوده اول بیاد به فرانسه و
توی فرودگاه پاریس. توی این مدت من هنوز ایرانم، هنوز برنگشتم از اون سفر عید. میگه که من نمیام پاریس و همینجا برای من پرواز بگیرم، من میخوام برم آلمان. و یک سال و نیم کلن زندگی کرد، نزدیک 2 سال، و بعد دوباره اومد پاریس. این جریان و اتفاقا ماجرای اون 17 شب زیر بمبارون و توی چادرهای سازمان ملل و اون شروع جنگ و چی شد که از روز چهارشنبه سوری یهو بعد از اینکه مراسم چهارشنبه سوری رو اجرا کردن، چون مرزی خیلی آدم معتقدی بود به آداب، به غیر از حالا اون قسمت معتقد مذهبی بودنه که خب اعتقادات البته برای خودش که هیچ وقت هم شاید خیلی ها نمیدونستن، خیلی به آداب قدیمی ایران خب پایبند بود، یعنی امکان نداشت ما شب چله نداشته باشیم، شب نوروز نداشته باشیم، چهارشنبه سوری حتما میبایستی. من یادم اون زمانایی که توی آپارتمان کوچولو زندگی میکردم زمان دانشجویی تو پاریس، به هم میگفت حتما یه شم بذار از روش بپر. اینه که مراسم چهارشنبه سوری رو اونجا انجام میدن و دیگه اون بدو بدوهای این ور اون ور شروع میشه و بهشون میگن که باید از عراق برن بیرون، که اتفاقا بهشون خبر میدن که آخرین پرواز فردا میره، برای شما بلیت گرفتن که برگردیم فرانسه. میگه من نمیرم. و دیگه اون زمانی اون خونه که اونجا براش درست کرده بودن رو ترک میکنه که دیگه بمبارون شروع شده بوده و واقعا موندنش خطرناک بوده و همه اینها رو به ریزش رو نوشته توی دست نوشته هایی که به هر حال من الان 11 ساله که هی سعی کردم عقب بندازم چاپ کردن دست نوشته های مرضیه رو، چون به هر حال یه گرفتاری بزرگی به گرفتاری های من اضافه خواهد شد، چون به هر حال نمیشه همینجوری یه کتابی رو چاپ کرد و بدون اینکه پشتش وایسه بدن. تازه یه سری سوال جدید مطرح میشه که دقیقاً یه سری سوال جدید مطرح میشه که حالا اینا باز میشه دردسر جداگونه که حالا به نظر چیه، چرا اینجا مرضیه اینو گفته، چرا اونجا در مورد فلان مطلب یا همچین چیزی اظهار نظر کرده، میشه دردسر مضاعف. ولی خب خیلی خوبه جزء اسناد بسیار گرانبهاست بیاد بیرون. ولی لابلای صحبتات خیلی در مورد اون دوره‌ای که مرضیه با مجاهدین همکاری میکردش صحبت کردی. کلا مرضیه آدم سیاسی بود یا هدفش از حالا همکاری با مجاهدین فقط بخش آزاد کردن ایران یا بحث برگشت به کشور و غیره بود؟ ببینید اصولا نمیشه ایرانی بود و توی این دوران سیاسی نبود. اینه که وقتی که ما میگیم یه کسی سیاسی نیست کاملا داریم حرف بی خودی میزنیم، چون ما هممون سیاسی هستیم به خاطر وضعیت امروز مملکت. من ماجرا رو از دید خودم همیشه گفتم، اون چیزایی که دیدم و اون چیزایی که زندگی کردم. از نگاه من رابطه بین مرضیه و مجاهدین یک رابطه انسانی احساسی بود بیشتر تا یک رابطه سیاسی. مضافم به این که مرضیه خب با قصه مملکت رو ترک کرد دفعه آخر، چون به هر حال خیلی شروع کرده بودن براش گرفتاری درست کردن و خیلی برای اولین بار بعد از 15-16 سال توی دادگاه انقلاب، همون دادستانی تهران، بهش بی احترامی کرده بودن. از طرفی یه بارم سالای همون 80 که گفتم جراحی توی امریکا کرد، اون سال تصمیم گرفته بود که مهاجرت کنه به امریکا، که خب این مهاجرت فقط 8 ماه طول کشید، یعنی نتونست تحمل کنه دوری از ایرانو و
خب توی این مدتی که سفر میکرد هر سال، خب پیشنهادهای خوبی بهش داده بودن که برای آواز خوندن، ولی مسئله این بودش که شرایطش اونطوری نبود که مرضیه بپسنده. مثلا برای مرضیه خوندن توی کاباره یه چیزی بودش که همیشه تمام عمرش افتخار میکرد که من توی کاباره نخوندم، و از یکی از افتخاراتش این بود که جزو معدود خواننده های زمان خودش بود که از که تحصیل موسیقی کرده بود و واقعا از تئاتر و جامعه باربود شروع کرده بود ورودش به عرصه هنر رو. برای همین خب هیچ وقت قبول نکرد، با اینکه خیلی پیشنهادهای خوبی براش بهش کرده بودن و میتونست خیلی راحت بپذیره. شاید اگر که همیشه هم میگفتش که من با خواننده هایی که توی کاباره میخونن خیلی بهشون احترامم میذارم، ولی کار من نیست، کار من روی سن رفتن و کنسرت اجرا کردنه. برای همین ما خیلی کم ویدیو از مرضیه داریم از زمان هنری سابقش، قبل از اینکه بیاد و به با مجاهدین همکاری کنه، چون اجازه نمیداد ازش فیلم بگیرن، چون فیلم گرفتن رو هم یه چیزی مثل همون توی کاباره خوندن میدونست. برای همین مثلا یک بار بیشتر برای اجرای برنامه زنده توی تلویزیون ملی حاضر نشده بوده که اونم توی دهه 50 بوده. استان سیستان و بلوچستان و در مقابل فروشگاهی هستیم که مواد خوراکی تهیه کردیم و قصد داریم بریم به سمت روستای محروم این استان. به ما گفتن که مسیر بسیار سخت و نسبتاً صعب العبور هستش، در نتیجه ما باید از ماشین‌های کمتری استفاده کنیم و مجبور شدیم که بسته‌های آماده شده رو داخل این گونی‌ها بریزیم. داخل هر کدوم از این گونی‌ها 10 بسته مواد خوراکی قرار دادیم، 2 کامیون آب آشامیدنی تصفیه شده خریدیم، 2 کارتون دمپایی برای بچه‌ها تهیه کردیم. من فیلم‌ها رو می‌گیرم و خدمتتون می‌فرستم. حدوداً 4 ساعت از مرکز شهر این روستا فاصله دارن و ما امروز عازم اون مناطق هستیم. همین حنان عزیزم اینجا اولین روستایی هستش که ما اومدیم. فکر نمی‌کنم دیگه محروم‌تر از اینجا جایی هست کل کره زمین وجود داشته باشه. آب ندارن، برق ندارن، هیچ گونه امکاناتی ندارن، اصلا هیچ سقفی ندارن خونه‌هاشون به این صورته و بسیار وضعیت بدی دارن. هیچ گونه امکاناتی ندارن. خونه‌هاشون به این صورته، آب، برق، گاز و هیچ گونه امکانات دیگه‌ای ندارن. خیلی زیاده. مواد خوراکی و این خوراکی مشکل دارو داره. در مونگاه داریم؟ نه هیچی ندارم. میخوام برم از شهر از این بند بره. نه اینجا مشکل داره، نه ماشینی داره، نه چیزی اینجا کسی که مرد. اینجا مگه جز استان سیستان بلوچستان نیست؟ اینجا جز استان دیگه. آره درست. اولین باری که اومدیم اینجا
بازم میایم. حالا به جز این مواد خوراکی براتون آب تهیه کردیم و دارون هم فردا یا پس فردا میایم اینجا روستاتون. کسی اینجا مریض میشه کسی نمیه نگاش نمیکنه، اینجا دکتر هم نمیه. درسته. این بنده خدا از میره سر زیاده واسطه می نگاه نگاه می داره یک ماشین میگیره میره. درسته. اینجا ماشین هم اصلا نمیه. وسیله کمه، وسیله اینجا نداره، سهولت هیچ چیزی نداره. برق چی نداره؟ برق من مشکل برق برق نداره. از اینجا تیر برق داره رد میشه، اینا بنده خدا بی برق اینجا. ما از طرف بنیاد نیکوکاری نوروز هستیم. کسانی که کمک میکنن خارج از ایران هستن، داخل ایران هستن، ما کمک به اونا رو میاریم، دست شما میرسونیم. حالا تو سفر بعدی دوباره باز براتون دارم. من اجازه دارم از خونتون فیلم بگیرم؟ مرسی. اینجا آشپز خونه شونه؟ آشپز. آب رو میخرید؟ چی؟ آب میخرید؟ آب از بازار میخرید. از بازار میخرید. این هم محل زندگیشونه. برو اشکل هست، برو داخل برو. نه همینجا کافیه، مرسی. توی این روستا چند خونه باید زندگی میکنن؟ 25 خانواده. 25 خونه. اینجا روستای لیپار در نزدیکی همین طالب صورتی هستش و این وضعیت زندگی اهالی این روستا. خود دکمه ما همشین چیه رو بتگه من همه گروه من چه فستگی که اب کامه خانم اینجا آب دارید؟ نه اینجا آب مشکل داره. آب مشکله. اینجا برق مشکل داره. برق نی آب بات گات. این روستا در نزدیکی دریاچه صورتی در 20 کیلومتری شهر چابهار در استان سیستان و بلوچستان قرار داره. خود این طالاب میتونه یک مرکز جاذبه بسیار بزرگ در سطح اصلا دنیا باشه، اما متاسفانه به علت بی‌توجهی این وضعیت هستش، اصلا خونه وجود نداره، کلا ساکنین این روستا به این صورت زندگی میکنن و هیچ امکاناتی ندارن. ما کمک های شما رو به دست مردم این روستا رسونیم و عازم روستای بعدی هستیم. مثلا اینجا مثلا ساله هاست که اینجا دارن زندگی میکنن، مثلا پدر بزرگای ما مثلا میگن پدر بزرگای اونا مثلا تو همین روستا زندگی میکردن. آره. شما میخوان که روستا رو تخریب کنید؟ آره. قبلا مثلا اون طرف تر زندگی میکردن، خب اونا هم اونو خراب کردن، وسایل هم بردن ریختن. آره. وسایل هم بردن ریختن، بعدش گفتن که بعد از اون روستا بیان، مثلا شورا ما رو آوردن اینجا. آها. مثلا اومد... اینجا باشید. درسته. میریم اونجا بس که تو تحمل بگیری؟ آب مثلا براشون آب میگیرن، نمیدونن چیکار میکنن. آب شور میخریم، درسته؟ آره، آب شیرین نیست. ما از طرف بنیاد نیکوکاری نوروز هستیم، براتون مواد خوراکی امروز آوردیم، فردا هم آب میاریم توضیح میدیم. اسم تو به هم بگو و بگو چه چیزایی دیگه برات بیارم برای کلن بچه های اینجا بیاریم. اسم من مریم خدادادی، یعنی من که کلن مثلا درس نمی کنم ولی برای بچه مدرسه یا که دوست دارم دفتر و کتاب بیارم، خیلی دوست دارم درس بخونم. آخه تو این روستا کسی سواد نداره از خانم، و خودم هم که داشتم کلاس پنجم درس میخوندم مثلا بعد از خراب شدن خونه هم نتونستم درس بخونم، خیلی هم دوست داشتم درس بخونم، هم بچه ها بخونن. لازم مدرسه بیاری؟ آره. دفتر و خودکار و اینا؟ از این چیزا حتما برای حتما. من فیلمو گرفتم که همیهنان ما ببینن و به شما کمک کنن. تو سفر بعدی من از طرف همه هموطنامون قول میدم که براتون لوازم و یک بار دیگه فقط برای یه مصاحبه با خانم ژاله کاظمی رفته بوده. یه برنامه‌ای هم توی تئاتر شهر بوده که همون ویدیوییه که فکر می‌کنم خیلی‌ها دیدن که مرتضی حنانه رهبر ارکستر و ارکستر سمفونیک تهران میزنه، که اونم یک دونه آهنگو اجازه داده، لحظه آخر اجازه داده که به هر حال ضبط بشه و خوشبختانه ویدیو شده و اون یه دونه ویدیو مونده. اینه که
هیچ کششی به طرف خوانندگی توی کاباره نداشت و میگفت اصلا کار من نیست. توی ایران هم که خب خیلی پیشنهاد بهش کرده بودن که بره بخونه و ولی فقط برای زنا بخونه، مثلا بهش پیشنهاد کرده بودن که توی تالار رودکی میتونه بخونه و همه کارا رو هم میکردن، تمام برنامه ریزی ها رو میکردن، که خب خیلی عصبانی شده بود، بهش برخورده بود و گفته بود صدای من زن و مرد نداره، من اگر که بخونم برای همه میخونم و نکرده بود. از یه طرف مجاهدین بهش پیشنهاد بهترین سالن‌های کنسرت رو کرده بودن و همونطور که کردن با بهترین ارکسترهای سمفونیک در همه جای دنیا و میگم اون رابطه احساسی هم برقرار شده بود. چون ببینین منی که از بیرون به ماجرا نگاه میکردم، خب برای من خیلی اون فلان مجاهدی که از طریق مادر بزرگم باهاش آشنا شده بودم میتونست خیلی مهربون و دوست داشتنی باشه. طول کشید تا من فهمیدم که پشت این لبخند یک دستور سازمانی پنهان شده و این چیزی بودش که خب مرزیم طول کشید تا فهمید که همه این عشقی که بهش میرسه واقعی نیست، یه مقدار خیلی زیادش دستورات سازمانیه. ولی میگم باز من از طرف این چیزی نمیگم، ولی در همین حد میگم که به هر حال اون عشقی که بهش دادن و اون کنسرت هایی که براش مهیا کردن یکی از دلایل موندنش با مجاهدین. من یه نظری میگم ببینم چقدر به نظرت نزدیکه، چون من این مطلبی که میگم فقط اینجور نیستش که از صحبت های خودت گرفته باشم. من با خیلی از آدمایی صحبت کردم که هم زرقید حیاتن و یه دوره جز مجاهدین بودن و بعد حالا یا جدا شدن یا فعالیت نکردن، حالا بد نمیگم فعالیت هم نکردن دیگه. خیلیشون معتقدن که ما اون زمان تنها نیروی بیرونی که وجود داشت که ادعا میکرد ما میتونیم نظام رو سرنگون کنیم و ما میریم همه رو چه آخوندار رو بیرون میکنیم و غیره، میگفتن غیر از مجاهدین کسی دیگه نبود. یعنی اصلا فضایی که به امید داشته باشن که آقا مثلا اینا میان، خب یه عالم آدم بودن، اینا اقوامشون تو ایران اعدام شده بود، تیربارون شده بود و غیره، مجاهدن نبودن. ولی وقتی از ایران خارج شده بودن یا حتی خیلی که موقع تو ایران بودن، امیدشون به این بود که کی میتونه الان انتقام ما رو بگیره. بعد مثلا اون موقع میدن کسی دیگه نبوده، مجاهدین بوده، میرفتن مجاهد میشدن به این امید که آقا اینا زودتر کشور رو آزاد کنن، همه چیز برگرده رو اون روال و نظم و آرامشی که قبلا بوده. فکر می‌کنی در مورد میدونن در مورد مرجان این اتفاق بود، در مورد مادر بزرگ هم فکر می‌کنیم تفکر بودش که حالا بالاخره تنها امیدی که وجود داره در حالت فعلی که میتونه این آخوندا رو بیرون کنه همین مجاهدینن. البته که در مورد خانم مرجان من هیچ نظری نمیدم، چون فقط به اندازه چند بار که دیدمشون میشناختمشون. ولی در مورد مادر بزرگ من به هر حال اون زمانی که رفت به سمت مجاهدین، یعنی اون زمانی که آشنا شد با خانم مریم رجوی از طریق خانم متین دفتری، زمانی بودش که توی ایران اون شور و هیجان اصلاحات داشت شکل میگرفت، همه خب به هر حال یه جورایی به سمت یه کسی که بعدن شد خاتمی، یه جنبشی که حالا مثلا یک نمیدونم اسمش چی، یک موجی که بعدن تبدیل شد به خاتمی، اون خرداد بود، اول اسمش دوم خردادی بود فکر کنم اگه اشتباه نکنم، بعد جنبش سب، حالا همون داستان اصلاحات جمهوری اسلامی که خب دیگه حقیقت رو نباید پنهان کرد، باید گفت. اون زمان خیلی ها رفتن به خاتمی رأی دادن. برای مثال یه دوست صمیمی مادر بزرگ من که خیلی هم شاهی بود تمام عمرش و هست هنوزم، با افتخار رفت به خاتمی رأی داد و با افتخار اومد گفت من دفعه پیشی که رای داده بودم به هویدا بوده.
این یه چیز خیلی عجیبی، یعنی یه امید کاذبی توی مردم درست کرد که خب یه سیل بزرگی اون طرفی رفتن. و خارج از ایران اپوزیسیون اکتیو به شکل مجاهدین نبود، یعنی واقعا اون زمان ببخشید من سرما خورده بودم، یه مدتی این سرفه ها همچنان ادامه داره و صدا همچنان خرابه. و اون زمانی که به هر حال رفت با مجاهدین، اینا یه ارتشی داشتن، یه گروهی بودش که به هر حال ساختار داشتن، جدیتر بودن، جدیتر بودن، سازماندهی تر، یعنی سازماندهی شده بودن بیشتر از به هر حال بقیه. ضمن این که اون زمان اینطوری نبود که فقط مجاهدین باشه، اون زمان متین دفتری هم بودن، یه شورای ملی مقاومتی بودش که خب به هر حال کسای دیگه هم به غیر از مجاهدین توش بودن. از همون زمان خاتمی اینا دونه دونه، یعنی کمی بعد از اینکه مرضیه یه عضویت افتخاری این شورا رو بهش دادن، اینا شروع کردن کم کم رفتن و جدا شدن از مجاهدین. زمین این که به هر حال اون موقع ویگن بود، الهه بود، اینا همه خب با مجاهدین همکاری میکردن اون زمان، یعنی چیزی نبودش که بشه. بعد به هر حال آندرانیک یه موزیسین خیلی شناخته شده، یعنی خیلی کسایی کار میکردن با مجاهدین که خب شاید اون موقع چون اینترنت نبود خیلی نرفت روی آنتن، مثلا عارف یه مدتی باهاشون بود. حالا به هر حال من میگم من هیچ وقت، همیشه انتقاد کردم به این حرکت مادر بزرگم، هم زمانی که زنده بود به خودش و هم الان که نیست توی نوشته هم. و اگر که خیلی اصرار دارم که حقیقت گفته بشه، فقط به خاطر اینه که اصولا حالا من نمیدونم که به هر حال آدم رادیکالی هستم باید بگم، اصولا چپ ها توی ساختن تاریخ، تاریخ تحریف تاریخ و ساختن تاریخ دروغین خیلی حرفه‌ای هستن. این طوری که الان داره پیش میره، این اطلاعاتی که از طرف مجاهدین، چون الان به هر حال کنسرت های اروپا و امریکای مرزیه توی این سالها همش توسط اونا پخش شد، اینه که اگر که اینا بخوان خیلی راحت همونطوری که کردن تا الان میتونن یه جوری این قضیه رو جلوه بدن که مرزیه از اول عمرش مجاهد بوده. و من خیلی متاسفم که هیچ کدوم حتی از اون دورانی که مرضیه 50 سال خوانندگی پشتش بوده، موقعی که اومده با مجاهدین، 50 سالی که فقط هم توی ایران نبوده، به هر حال برای ملکه الیزابت، برای پادشاه اردن، برای رشید بهبودوف دعوتش کرده بوده به شوروی سابق و یه تور کنسرت اونجا گذاشته بوده توی چندین شهر، که ویدیوی کنسرت باکو هم یک تیکه‌ایش که توی اخبار پخش شده بوده که سیاه‌سفیده، اون موجوده که چند وقت پیش تلویزیون آذربایجان اونو پخش کرد که خب هست، و توی امریکا کنسرت داده بوده. یعنی تمام این بکراند سابقه خوانندگی و کنسرت های مرضیه رو گذاشتن کنار چند وقت پیش که یکیشون یه حرفی زده بود و یه توییت کرده بود، نوشته بود رفتن مرضیه به سمت مجاهدین باعث شد که
این خواننده محبوبیت پیدا بکنه و این برای من خیلی دردناکه، چون به هر حال یه آدم شناخته شده بود و اون بود که به سازمان مجاهدین با همکاریش اعتبار داد، نه برعکس. حالا همه چیز سعی میکنن کردیت بگیرن، ولی بدونن که بله، یه زندگی قبل داستان بود. فضای مجازی خیلی سعی میکنن همه چیز رو تحریف کنن. اینو وقتی ویکی‌پدیا مرضیه رو وام میکنی، حالا با اینکه این عدد 1001 حرف و حدیث توشه، نوشتن که 16 سال پایانی عمرش رو جزء مجاهدین بوده و با مجاهدین فعالیت میکرده، یعنی به خوشی اجازه ندارن 16 بالاتر برن. این عدد اگه همین الان بری بکنی 10 سال، فردا صبح دوباره نگاه کنی شده همون 16 سال. یعنی اینا رو رصد میکنن، همش حواسشون هستش که با اینکه حالا ویکی‌پدیا خیلی سندی هم نیست جای دنیا، ولی حواسشون هست که عددشون به هم نخوره. ولی یه بحثی وجود داره، این بدون هیچ گونه تعارف مرزی عاشق هنر و عاشق خوانندگی بوده، کسی که یک عمر 50 سال برای مردم خوندن، این که بهش بگی که آقا دیگه برای مردم نخون، دقیقا مثل یه آدمی بوده که عمر راه رفته بگی دیگه نباید راه بری، باید ویلچر بری. این اتفاق هست دیگه که دوست دارن با مردم باشن، برای مردم بخونن. اون تشکل و تشکیلات و سازمانی هم که اونو داشتن، میتونستن سالونی فراهم کنن، سالونای خوب، و اینکه آدمای بیان اونجا. حالا یه بخشش به قول خودت ممکنه که در مسائل دیگه حالا دستوری باشه که آقا برید با آدمای مختلف برای جذبشون محبت کنید و غیره، ولی در مورد صدای مرضیه دیگه چیزی که با دل بود که کارش نمی‌کنیم. اتفاق برای خیلی افتاده، حالا بعد حادثه به خاطر اینکه مرضیه همشون تاثیرات موسیقیش بهتر بوده، بالاتر بوده، فقط اسم مادر بزرگت بود شده، یعنی عارف و نمیدونم ویگن و اینا، هیچ کسی من تا بود ندارم در موردشون حرف بزنه که اینا با مجاهدین همکاری کردن، یه جزء مجاهدین بودن. اما اگر بخوای یکی از بزرگترین، ببخشید فرها جان من صحبتتو قطع میکنم، یکی از بزرگترین خیانت هایی که به موسیقی ایران کردن مجاهدین این بود که خانم الهه، حالا چه خوب چه بد، من به هیچ عنوان اینجا طرفداری یه آدمی رو که هیچ ایده ای از اخلاقش ندارم، چون من فقط یک بار توی ایران دیدم ایشونو، هیچ نظری نمیدم در مورد ایشون، ولی به هر حال یک اسطوره موسیقی بودن، یک کسی بودن که خیلی خیلی طرفدار داشتن، آدم معروفی بودن. تمام کنسرت هایی که بعد از پیوستنشون به مجاهدین انجام شده بود، اینا رو از بین بردن. یعنی شما آخرین آوازی که از الهه میتونین پیدا کنین همون چیزهای قبل از این شورش 57 و بعدش، بعد از اینکه از مجاهدین جدا شد و برگشت به ایران، تمام اینا رو پاک کردن. یعنی من حتی الان آلبوم های خصوصی مادر بزرگم رو هم دارم که اون زمانی که الهه جدا شد، یکی از همین خواهرای مجاهد که توی خونه مادر بزرگم زندگی میکرد، تمام عکس های الهه رو از توی آلبوم پاره کرده برداشته. یعنی اینا دقیقا اومدن یک آدمی رو که پیشینه موسیقی و کار چندین و چند سالش رو در اختیارشون گذاشته رو کاملا پاک کردن، یعنی هیچ چیزی ازش باقی نذاشتن. اینه که اون موقع هم اینترنت نبوده. بله الان شما از برنامه‌ای که ویگن اجرا کرده فقط یه برنامه می‌بینین که در حضور خانم مریم رجبی توی یوتیوب هستش که داره گیتار میزنه و آواز میکنه براشون، یا عارف فقط آرتیکلای خبرها هستش، هیچ ویدیویی نیست. به نظر من به خاطر نبود اینترنت بوده اون موقع و اینکه هر کسی یه دونه موبایل با دوربین نداشته که به یه لحظه هایی رو ثبت کنه. بعضی از اینا خیلی جمهوری اسلامی پیشنهاد میدن، رقمش خوب بود، ممکن بود برن بخونن. حالا منظورم این دو نفر نیست، ولی تو خواننده‌های اون طرفی کم نداشتیم.
حالا یه خورده اگه چیزی در مورد مرضیه میخوای اضافه کنی بگو، بعد میخوام بیام دیگه در مورد خود جانان خورم صحبت کنم. نه من اگر که سوالی دارین شما بپرسین. من نه به نظر من تمام توضیحاتی که دادی کاملا کافی بودش. جانان خورم خودش تحصیلاتش موسیقی بوده ولی جزء فعالای خیلی چی بگم، بگم خفن، بگم خیلی سفت و سخت، بگم رادیکال گفتی، خودش خیلی خوب بود چون تعارف نداری. یه جوری هم معمولا دیدم توییتات می نویسی که طرف ناکدان می شست باید حذف اکانت کنه بره. با مجاهدین قاعدتا برخورد داشتی؟ سعی نکردن بیان از همون دستورات سازمانی داشته باشن که بخوان جذبت کنن؟ خوش صدا هستی، تحصیلات موسیقی هم داشتی، سیاسی هم داری کار میکنی. حالا دیگه وارد جزئیات نمیخوام بشم ولی من حتی اون زمانی هم که مادر بزرگم زنده بود و میگم به هر حال این فقط با محبت و با روی خندون با من برخورد میکردن، حتی موقعی که من مخالفت میکردم با یه ایدهی که داشتم یا با یه کاری که انجام شده بود، یا اینکه همیشه میگفتم که اون چیزی که اونا جشن میگرفتن، اون 22 بهمنی که جشن میگرفتن واقعا آغاز سوگواری تمام ایران بوده، این یک روز سیاه بوده برای مملکت، اینو میگفتم همیشه. خب حالا سرخ و سفید و نمیدونم آبی و اینا میشدن ولی خب حرفی نمیزدن چون احتمالا اجازه نداشتن. من راستش ترجیح میدم که حرفمو همون جوری که رادیکال هستم رادیکال بمونم، حرفمو بزنم و اینکه به هر حال چون زیر سایه مرضیه زندگی کردم، همیشه به همه میگفتن نوه مرضیه، نوه مرضیه، نوه مرضیه، خیلی دلم میخواد که اون شخصیت مستقل منم دیده بشه، چون به هر حال منم یه زندگی پشت سرم دارم که حالا اندازه یه آدم مستقل میتونه ارزش داشته باشه. اتفاقا در مورد همون میخوام صحبت کنم. همین انتخابات 1400 اولا بگم خیلی جالب بود، من خیلی شیطونی برداشته بودی، یه تراک برداشته بودی روش یه بنر زده بودی و رفته بودی اونجا جلوی سفارت میرفتی بالا پایین میومدی. من البته اون عکسی رو دیدم که دیگه پارک کرده بودی و توییت کردی، نوشته بودی از طرف جانان خورم نوشته بودی هدیه به براندازا، یادم چی نوشته بودی تایتلشو. البته من خودم نروندم اونو، اون اصلا یه شرکت تبلیغاتی بود که کامیونو با راننده فرستاده بود. خب این یه چیزی بود که من دلم میخواست اون آدمایی که دارن میرن رأی بدن حداقل یک کمی عذاب وجدان بگیرن، به خودم میگفتم شاید یک کمی فکر کنن قبل از اینکه برن رأی بدن، قبل از اینکه برن پای جمهوری اسلامی رو سفت بکنن، چون به هر حال نمیشه فراموش کرد که در دوران ترامپ جمهوری اسلامی در ضعیف‌ترین وضعیتش توی 40 سال گذشته قرار گرفته بود و مخصوصا شلوغی‌های آبان، این اعتراضات مردم، این پشت هم بودن مردم توی اون زمان میتونست خیلی خیلی اثر داشته باشه در براندازی. اینه که من اون زمان به خودم میگفتم امکان نداره کسی بره رأی بده، ولی به هر حال همون اقلیتی که هنوز دلشون میخواد که جمهوری اسلامی بمونه انقدر در واقع رسانه و تبلیغات و شلوغ کردن توشون هست که آدم اینا رو که به راحتی اینا رو به جای یک به جای مردم یک کشور جا میزنن. یه جوری نیستش که توی نگاه کسانی که میبینن معلوم باشه که اینا یه اقلیتی هست. ضمن اینکه من فکر میکردم میبایستی حتما یه کاری کرد، چون دیگه چند روز چند هفته قبل از انتخابات
دیگه معلوم شده بود که خب ادهی رای خواهند داد. اتفاقا برای این کار من خیلی سعی کردم اجازه از پلیس بگیرم برای اینکه این کامیون با اون نقشی که داشت روش که کاملا گویا بوده که اجبه نوشتنم هیچ نوشته ای نداشت، این کار رو مانان یستانی به ما ازش خواستم و با خیلی با به راحتی در اختیار من گذاشت این کارشو و آقای کامران عیازی هم کار طراحیشو کرد و واقعا چند روزه همه چی چازر شد و ما اینو فرستادیم تو خیابون. اون روز پلیس اجازه توقف نداد به این کامیون، یعنی از قبل سفارت رفته بود نمیدونم چه کار کرده بودن که حتی اجازه تجمع هم نداده بودن، یعنی حتی اونایی که می اومده بودن اعتراض بکنن چند نفر میتونستن جمع بشن چون پلیس آخرام میشن که همشون رو گرفت، کاغذاشون ازشون گرفت و به هر حال درد سر براشون درست کرد. این کامیون هی چرخید چون شرکت تبلیغاتی فرانسویه و این کامیون ها اصلا برای این هستن که شرکت ها تبلیغاشون رو بچسبونن و اینا دور شهر بچرخن که مردم ببینن و اون مسیر هم من داده بودم به راننده کامیون که تو از توی این خیابون میری که خیابون اصلی جلوی سفارت، میری از توی کوچه کنسولگری یعنی همونجایی که مردم میرفتن رای میدادن رد میشی و دوباره برمیگردی، یعنی یه راه خیلی کوچولو، یه دایره خیلی کوچولو میزد که دائم و توی بیشتر ویدیوهایی که من دیدم از جلوی سفارت بالاخره یه گوشش این کامیون داره رد میشه و از دور من وایساده بودم فیلم میگرفتم که یهو یکی از این آدم خورا از توی سفارت جمهوری اسلامی دوید بیرون از در سفارت، نه کنسولگری نه اونجایی که رای گیری میکردن، چون میدونین که به خاطر وجود شاهنشاه و اون دوران بسیار خوب ایرانمون سفارتامون در بهترین جاهای شهرها هستن و اینم در کنسولگری توی کوچه یه درست نزدیک نزدیک برج ایفل و در سفارت توی خیابون اصلی کمی بالاتر، یعنی یه ساختمان خیلی خیلی بزرگه و یکی از این آدم خوره از توی سفارت دوید بیرون و دست یکی از اون پلیسایی که اونجا بود و گرفت برد سر چهار راه و جلوی کامیون ما رو گرفتن. از اونجایی که پلیس نمیتونست، یعنی از نظر قانونی نمیتونست به کامیون بگه تو برو، یا یعنی نمیتونست بگه که خب حالا ما الان کامیون میگیریم، به خاطر اینکه یه ذره ماجرا بخوابه، همون دقیقاً همون جایی که من میخواستم جواز بگیرم که کامیون توقف داشته باشه و نتونه نداد پلیس فرانسه بهم، اون پلیسای جلوی سفارت کامیون رو نگه داشتن نیم ساعت 30 دقیقه کامل که کاغذای شوفر رو ببینن و نمیدونم کاغذای شرکت رو ببینن و اینا و اینه که یه نیم ساعتی بدون اینکه من مجوز داشته باشم اونجایی که دلم میخواستیم پوستر باشه بود و بعد فقط تنها چیزی که گفتن از توی کوچه کنسولگری نباید رد بشه و اون کوچه رو هم بستن بعد از یه چند ساعت از این آهنه رو گذاشتن، ولی خب دورای بزرگتر میزد کامیون. فکر میکنم به هر حال یه ترسی به دلشون انداخت چون خیلی کار اون کار مانان یستانی هم که استفاده کرده بودیم خیلی اثرگذار بود به نظر. مرسی از مانان یستانی به خاطر اینکه اجازه داد از کارش استفاده کنیم برای پوستر. این از طرف همه شما کسانی که نگفتین به جمهوری اسلامی امروز دور سفارت پاریس توی فرانسه می توی سفارت ایران توی پاریس میچرخه. ترسه یه طرف ترس برای حالا کسایی که دارن رأی میدن، برای کسایی که تو سفارت هم، ولی خب یه روحیه میده به آدم هایی که اومدن دوربر اعتراض کنه. از طرفی بالاخره تو فیلم ها میاد، این تو تاریخ میمونه، چهار تا روزنامه ممکنه در موردش یه عکس بندازن حرف بزنن. کلا این یه سال گذشته بچه ها من خیلی خوب کار کردن، تو کانادا بوده، تو منهتن بودش که یه ویدیو هم در موردش ساختم، آخرش هم که تو نیویورک بودش که اصلا دیگه LCD گرفته بودن زده بودن و فیلم پخش میکردن، خیلی کار خوب بود. توی فضای مجازی میدونم که کلا
چون در ارتباطیم کلا خیلی رادیکالی و حواست به همه چی هستش که داری چیکار میکنی و غیره. میخوام با توجه که تو فرانسه داری زندگی میکنی و قاعدتا با همین جماعتی که در موردش صحبت کردی مجاهده سر و کار داشتی قطعا، نه حالا بگم تنگ و تنگ و این، ولی شناخت داری نسبت بهشون. توی صحبتات گفتیم 20 بهمن رو جشن میگیرم و بله خیلی فرمتشون زیاده از حد حالت مذهبی داره، یعنی هیچ جوری از هر زاویه نگاه کنی اصلا بویی از آزادی که ازش حرف میزنن نمیاد. خیلی معتقدن که اینا تازه بدتر از جمهوری اسلامی هم هستن، یعنی اینجوری که اینا دارن تو خودشون با خودشون رفتار میکنن واقعا بالا این که اینا بعدن بخوان قدرت بگیرن و بخوان با مردم حرکتی داشته باشن. من چون خیلی شناخت ندارم دارم ازت میپرسم، شنیدم که مثلا روی روابط آدما با هم دیگه حتی تو همون مثلا چه میدونم کمپایی که هستن خیلی زومن و خیلی اتفاقات رو رصد میکنن بعد آدما جواب پس بدن و غیره، در مورد این مسائل چیزی شنیدی یا در مورد این چیزی خوندی توضیح بدی؟ ببین فرهاد جان، من مجاهدین رو از نزدیک شناختم زمانی که کنار مادر بزرگم بودم، یعنی به هر حال اینا هم توی خونه رفت و آمد داشتن، هم من همراه مامان بزرگم خیلی جاها باهاش میرفتم که همراه مادر بزرگم باشم و از نزدیک خب خیلی هاشون رو دیدم، ولی هیچ وقت توی اون زندگی گروهیشون نبودم که بدونم. یعنی من هیچ وقت به اندازه اون مجاهد سابق که میاد میگه که توی مثلا قرارگاه فلان چی میگذشته یا توی خوابگاه فلان چی میگذشته نمیتونم بیام حرف بزنم، چون من اونو ندیدم. من اون در واقع صورت بزک شده ای رو دیدم که برای مرضیه آماده شده بوده، اون در واقع اون لباسی که میپوشونه بدی ها رو یا خیلی از واقعیات رو میپوشونه، حالا یا ماسک، اونو من دیدم. یعنی همون چیزی رو دیدم که مرضیه میدیده، خیلی توشون نبودم. ولی به هر حال این داستان مجاهدین حالا میخوان باشن یا میخوان این اعضای شورای گذاری که حالا تازه را افتاده باشن، میخوان توده یا باشن، اینا شاخه های جدا شده یک حرکتی هم که جمهوری اسلامی رو ساخت. اینا در واقع مسببین بدبختی مردمن. حالا میخوان امروز اسمشون مجاهد باشه یا اسمشون توده‌ای باشه یا اسمشون مدیریت گذار باشه، اینا همونایی هن که توی جریانی اومدن و مملکت رو نابود کردن. یعنی من هیچ وقت نمیگم اینها دشمن همن، من میگم اینا شاخه های جدا شده جمهوری اسلامی هن که دعوای قدرت دارن و این رادیکال بودن من باعث میشه که خب خیلی وقتا حرفم شنیده نشه، به خاطر اینکه خیلی بی پرده میام میگم که اینا همشون یکی هن. یعنی من خب خیلی شنیدم، خیلی برام کامنت گذاشتن که ولی مجاهدین از جمهوری اسلامی بدترن. اصلا اینطور نیست، اینا همشون یه جورن. یعنی شاید یه چیزایی توی این بیشتر باشه توی اون یکی کمتر باشه، ولی در کل اینا همشون یک جورن. اینا همشون توی اون کلمه زیبای دموکراسی که میگن دیکتاتوری دارن برای امثال من، چون ببین من پادشاهی خواه توی دموکراسی هیچ کدومشون جا ندارن، توی دموکراسی هیچ کدومشون به انتخابات آزاد بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی راه ندارم، توی دموکراسی هیچ کدومشون دوست همجنسگرای من نمیتونه آزادانه زندگی کنه. شما توی نه توی قانون نمیدونم چند ماده‌ای اون یکی، نه توی قانون دوران گذار اون یکی، نه توی بیانیه فلان حزب نمیدونم چی ندیدین که یکیشون بیاد بگه که ما برای هوموسکسوئلا، برای جامعه
هم برای جامعه همجنسگرای مملکت هم آزادی های قائلیم. برای اینها هم ما یک حقوق یکسان میبینیم با بقیه مردم، چون به هر حال توی جامعه همجنسگراها هم آدم های افراطی هست، نمیشه اونو نادیده گرفت. ولی به نظر من افراطی بودنه توی هیچ کدوم درست نیست و اینکه اون آدم همجنسگرا میبایستی اندازه من، اندازه شما توی جامعه حق و حقوق داشته باشه و به اندازه ما انسان شمرده بشه. این یه مشکلیه که دقیقاً این مشکلیه که امروز هست. و برای مثال من دارم میگم در زمان پهلوی ها، یعنی در زمان واقعا زیبایی اون مملکت و شکوفایی مملکت، از چه از نظر صنعتی چه از نظر فرهنگی، به هر حال مملکت داشت خیلی جلو میرفت از خیلی جهات. در اون زمان هومسکسوئلای زیادی بودن که خیلی هاشون هم شاید پست های مهم داشتن و داشتن تو اون مملکت زندگی میکردن. یعنی در تنها دورانی که جامعه همجنسگرای ما تونستن خودشونو مثل بقیه ببینن و بقیه هم اینها رو قبول بکنن همون زمان بود. حالا خیلی نمیخوام راجبش بپردازم که بشینم دونه دونه اسم بگم، ولی خب تا خیلی از آدمایی که پستای خیلی مهمی داشتن هم اینطوری بودن و شاید ما خیلی آوانگاردتر از غرب نگاهمون به اینها خیلی زودتر طبیعی شده بود، چون به هر حال توی غرب هم در اون زمان تو خیلی از کشورها حتی قدغن بود این داستان، یعنی این چیزی که امروز توی جمهوری اسلامی هست و اون زمان توی دنیا بود ما آزادی شو داشتیم. شاید هنوز اون تابو نشکسته بود که بتونن رسانه‌ای کنن داستان رو، ولی مطمئنن اگر که این شورش 57 اتفاق نمی افتاد خیلی زودتر از خیلی ممالک دیگه ما احتمالاً این رو رسانه‌ای می کردیم و چه بسا می تونستیم ازدواج همجنس رو هم توی ایران ببینیم. جان فکر میکنید الان چی نیازه واسه اینکه این اتفاقی که باید بیفته بیفته؟ فکر میکنید که کدوم بخشه که مردم میتونن، حالا بخش مردم بیشتر مردم بیرون از کشور، منظورم تو مردم داخل کشور، این کلید واژه‌های آقا اتحاد و نمیدونم اپوزیسیون متحد و غیره خیلی راهکار نداره، این فقط در قالب یک جمله است. من خودم از خیلی پرسیدم اپوزیسیون متحد منظورت کیه چیه، بعد اسامی که مثال میزنم مثلا 4 تا موجی و خبرنگار رو مثال میزنم، یه خواهر مثلا این 4 نفر با هم آقا الان اوکی چه اتفاقی میخواد کجا بیافته؟ به عنوان کسی که دارید این عرصه فعالیت میکنی، نظر شخصی خودتو، نظر کارشناسی اصلا نمیخوام، راحت بگو الان فکر میکنی که کجا چه اتفاقی بیفته میتونه کمک بکنه به این داستان؟ اصولا که خب من انتقاد میکنم و ایراد میگیرم، چون یاد گرفتم که سیاست تعارف نداره. اینه که به نظر من این داستان اتحاد داشتن یه کلمه زیباییه که برای اپوزیسیون امروز ما به هیچ عنوان امکانش وجود نداره. الان برای نمونه خود من حاضر نیستم برم شونه به شونه آقای سازگارا که یکی از مؤسسین سپاه پاسداران بوده وایسم جلوی جمهوری اسلامی. یعنی خودم خندم میگیره از این مسئله که اینه که خب این یه چیزیه که واقعا نمیشه، یعنی هر چقدر بیایم انرژی روش صرف بکنیم انرژی کمتری برامون میمونه که جلوی جمهوری اسلامی وایسیم. این دقیقاً همینه. یعنی این جبهه موازی ساختن الان 40 و چند ساله که توی اپوزیسیون ما هست، یه
قسمت کلیدی داستان اینه که وسط این اپوزیسیون، حالا این کسایی که به هر حال یک سازکاری برای خودشون معین کردن و یه چیزی ثبت کردن، ما خیلی خوردریز اپوزیسیون هم داریم که هر کی داره ساز خودشو میزنه و خیلی هاشون شاید اصلا دلشون برای مملکت نمیسوزه، خیلی هاشون فقط دلشون میخواد جلوی دوربین بیان بشینن، خیلی هاشون دلشون میخواد فقط یک، یعنی این داستان رو به عنوان یه بیزنس میبینن. اینه که به نظر من این داستانی که حالا بیاین متحد بشیم به هیچ عنوان وجود نداره. یعنی من یادمه حتی اون زمانی که به هر حال هممون انسان هستیم و یه زمانایی احساساتی میشیم، اون زمانی که هواپیمای اوکراینی رو با موشک زدن، من کاملا آماده بودم که اگر که کسی میاد بغل دست من وای میسته شروع میکنه به جمهوری اسلامی حمله کردن، من حمایتش کنم. شاید اون لحظه برام فرقی نمیکرد که کی باشه، ولی توی همون لحظه هم اون کسی که من حاضر بودم همراهش به جنگم برای براندازی جمهوری اسلامی، توی اون لحظه هم میومد به من حمله میکرد، توی اون لحظه هم میومد از من ایراد میگرفت. و این مشکل حل نخواهد شد تا زمانی که مثل همه جای دنیا سیاست ما بشه دو قطب چپ و راست. الان فقط اپوزیسیون چپ داریم. متاسفانه پادشاهی خواهان هنوز نتونستیم یک سازوکار درستی داشته باشیم و اینکه به نظر من شاهزاده رضا پهلوی نمیتونن کار همه رو بکنن. ماها باید به هر حال خودمون هم یه حرکتی بکنیم، یه راهکاری پیش بگیریم که ما هم به هر حال اون اپوزیسیون پرقدرت بشیم، چون اون کسی که در ایران طرفداری اکثریت رو داره به هر حال خانواده سلطنتی و اون زندگیه که مردم تجربه کردن. شاید خیلی ها انقدر الان زیر بار سختی ها هستن که دلشون نمیخواد یه چیز جدید رو تجربه کنن. حالا دوباره 40 سال، خیلی ها دلشون میخواد برگردن به اون دورانی که اقلا خیالشون راحت بوده، اقلا هم نیت داشتن، اقلا میدونستن که پول ملیشون اعتبار داره. و به نظر من یه سازوکار برای تشکیل یک موج بزرگ از مردم و از پادشاهی خان شاید خیلی بتونه اثرگذارتر باشه، ولی این دیگه از علم من فراتر میره. من نمیدونم نظر تو دونم که خیلی جالب بود برام. یه سوال بپرسم، خودت هم آلبوم دادی موسیقی یا نه؟ بله، ولی خب منتشر نکردم آلبومو. یه چند تا از آهنگامو اتفاقا سال 2007 روز 8 مارس من یک آهنگی خوندم که برای دختران جوان مملکتم بود، دختران کار، کودکان کار یعنی، و اینو روز 8 مارس هدیه کردم به شهبانو سال 2007. و از اون رو پخش کنیم، امکانش هست؟ بله بله. یکی اسم تو رو میخوند و میرفت توی پس کوچه های اجرا داشتی استیج
نه، من تنها باری که روی سن رفتم، یعنی به غیر از امتحانای مدرسه موسیقی که خب یه چیزی شبیه همون کنسرت ولی توی خود مدرسه است، به غیر از اون فقط توی المپیا بود. من گفتم کاش ویدیو هم ازت بود، چون من اون یسکی که دیدم خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی خوب بود. مثلا البته خب خیلی از نظر تکنیکی اون خیلی خوب ایراد داره، چون من برای بار اول میرفتم رو سن و خیلی صدا میلرزید. اصلا استرس داشتی؟ بله. ولی من که علمی نگاه نمی کنم، خیلی خیلی استرس داشت. من مثل مردم عادی نگاه میکنم، دلی نگاه میکنم، خیلی خوب بود به دلم نشستش. و حالا استیج اول وسط این همه نوازنده تو اون سالن با اون همه جمعیت و در کنار مرزیه خیلی خوب جمع کردی، یعنی من بودم سکس کم میگرفت اونجا.
خیلی خوب جمع کرد. برات آرزو موفقیت دارم، برای خودت هم، برای خانواده نازنینت. و اینکه یه قولم بگیریم که ما بعداً بازم ما هم بتونیم همین صحبت ها رو ادامه بدیم. و من یه نظرسنجی تو کانال گذاشتم چند وقت پیش که از مخاطبای خودم پرسیدم که دوست دارید که بیشتر با همون آدمایی که هر روز تو همه شبکه‌ها می‌بینین برنامه داشته باشیم، یا دوست دارید جوان‌ترا بیان که فکرای جدیدتر، ایده‌های نوتر داشته باشن. همه بدون استثنا، درصد بسیار بالایی همه گفتن که آقا ما دیگه از اون خسته شدیم. حالا اسم نمی‌خوام بیارم، آقایی که این کانال بعد اون کانال بعد اون وره بعد این وره، همه حرفاش هم جمع میکنی، یه دون از تحلیلاش درست نیست، یه دون از پیشبینیاش نزدیک به اون چیزی که اتفاق میفته نیست، ولی خیلی دوست دارن چون میدونن نسل مبارز، نسل حالا شماست، نسل منه، نسل همسن ساله ماست، الان که حالا از ظلم جمهوری اسلامی از بچه 15 ساله به بعد داره مبارزه میکنه دیگه، ولی دوست دارم بیشتر حرفای نسل خودتو بشنون، نسل جوانان، کسی که برن تا اون آدمان رو سال خورده و غیره. و همین یه قولم بگیریم که تو مناسبت های دیگه هم بتونیم در خدمتت باشیم، از قبل هماهنگ کنیم که بتونیم نظرهای خودت هم بگیریم. باعث افتخار من. ممنونم که اومدی به این برنامه و امیدوارم که تصاویر صحبت هایی که الان ما هم کردیم بتونیم هم برسیم که هم بتونم تو مونتاژ حتما استفاده کنم، و اون آهنگ زیبایی هم که گفتی که تقدیم به شهرمون کرده بودی هم که خوب میشه گل سرسبد ما. بازم ممنونم ازت. براتون میفرستم. مرسی. خدا نگهدار. با امید. خب امیدوارم که این مصاحبه به دل خود من خیلی چسبید، چون حالا موسیقی هم داره، تیکه فیلم هم داره، مشکل کپیرایت هم نداره چون خود جانان کپیرایتش دست خودشه. امیدوارم که تونسته باشه حال دلتون رو خوب بکنه. امیدوارم که با کمک شماها، با کمک نسل جوونمون که الان مبارزه سیاسی خیلی از سن پایین دارن آغاز میکنن، بتونیم اون اتفاق مهم رو بدون هر گونه کمک گرفتن از خارج از کشور، بدون هیچ گونه خونریزی، فقط با وحدت خودمون، با مشتای گره کردنمون بتونیم کشورمون رو پس بگیریم و هر چه زودتر آزادش بکنیم، بتونیم برگردیم به همون جایی که بودیم و دوران طلایی رو خیلی طلایی تر دوباره بسازیم. ممنونم که با من همراه بودید. اگر که تازه در کانال سابسکرایب نکردید، ممنون میشم که گزینه سابسکرایب زیر ویدیو رو بزنید. ممنون میشم که اگر این ویدیو رو هم لایک بزنید و در فضای مجازی با دوستاتون به اشتراک بگذارید. هر جا هستید خوب و خوش و سلامت باشید. تا ویدیوی دیگر، حالا یا خبر یا